سرخط خبرها و مهمترین ها محقق طالبان با ربودن گزینشی زنان می خواهد ملیت خاص را تحقیر کند. طالبان می گوید برای اولین بار بیش از 150 نفر از یک مدرسه جهادی در پنجشیر فارغ شدند. رهبر طالبان یک فرمانده نظامی را به عنوان رئیس دانشگاه بلخ منصوب کرد و همچنان در اخیر مرکز شمال در هم شکست. مشروع خبرها یک عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید ربودن دختران به بهانه حجاب در کابل گزینشی است و طالبان با این کار به دنبال تحقیر قومی و مذهبی یک ملیت خاص است. محمد محقق میگوید با این اقدامات برگ دیگر بر پرونده قدر نقض حقوق بشری طالبان افزوده می شود. آقای محقق این موضوع را روز شنبه 16 جدی در یادداشت در صفحه رسمی فیسبوک خود بیان کرده است. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نیز در واکنش گفته رژیمی که خود را پیرو اسلام میداند چگونه به خود حق میدهد زنان و دختران را بیدلیل توقیف کند. نصیر احمد فایق از بازداشت زنان بدون پلیس زن و محرم انتقاد کرده و گفته در حاکمیت فعلی مردم امنیت فکری و آرامش خود را از دست دادند. آقای فایق در حساب کاربری خود در اکس نوشت احترام به زنان و حفاظت از ناموس همیشه جزئی از فرهنگ مردم افغانستان و از ارزش‌ها و دساتیر دین مبین اسلام بوده و در هیچ حاکمیت این احترام و فرهنگ نقض نشده بود. او در این حال گفته رژیمی که ظاهرا خود را پیرو احکام شریعت اسلام و حامی فرهنگ مردم افغانستان میداند زنان را خودسرانه بازداشت و بدون حضور محرم گرفتار میکند. طالبان میگوید برای اولین بار بیش از 150 نفر از یک مدرسه جهادی در پنجشیر فارغ شدند. مقامات طالبان میگویند برای اولین بار 152 عالم و حافظ قرآن از یک مدرسه جهادی این گروه در پنجشیر فارغ شدند. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان با کنایه در شبکه اجتماعی اکس نوشت این همان ولایتی است که روز مخالفان این گروه در آن فعال بودند. پنجشیر آخرین ولایتی بود که در سال 1400 خورشیدی به دست طالبان سقوط کرد. این ولایت به عنوان پایگاه سنتی نیروهای مسلح مخالف طالبان شناخته می شود. جبهه مقاومت ملی افغانستان که پس از فرار اشرف غنی رئیس جمهور پیشین در سال 1400 در پنجشیر اعلام موجودیت کرد تا اکنون با حملات چریکی علیه این گروه در ولایت‌های مختلف افغانستان ادامه می‌دهد. با این حال در گزارشی که از فعالیت نظامی 6 ماه اخیر جبهه منتشر شده دیده می‌شود که جبهه مقاومت فعالیت‌های خود را در ولایت پنجشیر کاهش داده است. جبهه آزادی افغانستان در صفحه رسمی تویتر خود بیانیه داده است: ما هنوز نبرد واقعی علیه طالبان اجنبی و اشغالگر را شروع نکرده ایم. تردید نداشته باشید که با شروع نبرد واقعی لشکریان مزدور طالب را به همان صورتی که توسط اجنبی ها به قدرت رسانیده شدند تار و مار خواهیم کرد. استر جنرال یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان. همچنان احمد مسعود: طالبان با بی‌حرمتی به ساحت زنان سند نابودی زدنگام خود را امضا میکنند. مسعود در حساب کاربری اکس خود نوشته که آنچه زیر نام شریعت علیه زنان افغانستان به اجرا گذاشته می شود نه با اصول و ارزش‌های دین اسلام و نه هیچ دین و آیین دیگر قابل جمع است. طالبان با توسل به اختطاف و بی‌حرمتی به ساحت زنان سند نابودی زودهنگام خویش را امضا می کنند و انگیزه مقاومت را در نیروهای شجاع و مبارزان عزت و آزادی افغانستان بیش از پیش تقویت می کنند. رهبر جبهه مقاومت ملی اختطاف، شکنجه، آزار و بی‌حرمتی بر ساحت زنان شجاع افغانستان را شنیع‌ترین نوع جنایت علیه بشریت خوانده است. رهبر طالبان یک فرمانده نظامی را به عنوان رئیس دانشگاه بلخ منصوب کرد. رهبر طالبان شریف عثمانی رئیس پیشین دادگاه نظامی این گروه در شمال را به ریاست دانشگاه بلخ منصوب کرد. آقای عثمانی در مراسم معرفیش در دانشگاه بلخ گفت همه بر یک کشتی سواریم، استادان و کارمندان اداری، همه هدف ما خدمت به بچه های وطن است. ماه گذشته کمیسیون امنیت و تصفیه صفوف طالبان ضیاءالحق رئیس منصوب این گروه در دانشگاه بلخ را به دلیل برقراری تماس تلفنی با زنان نامحرم برکنار کرده است. یک نسخه نامه دفتر ولایتی این کمیسیون در بلخ نوانی دفتر حوزه شمال این کمیسیون که در اختیار روزنامه افغانستان انترنشنال قرار گرفته و کی است که رئیس پیشین طالبان در دانشگاه بلخ به دلیل این تماس تلفنی تحت تحقیق همه جانبه قرار گرفته بود. طالبان در مورد میزان تحصیلات و تجربه های علمی محمد شریف عثمانی توضیح نداده است.
طالبان در 2 سال گذشته ملاها و نظامیان خود را در رأس نهادهای علمی و تخصصی تعیین کرده است. حاکمان زنستیز، جامعه طالب زده، هر صبح که خبرها را مرور میکنیم با اتفاقات ناگوار برمیخوریم که اکثرا توسط گروه طالبان ارتکاب مییابد. موارد از این اتفاقات بعد توسط غیر طالبان رقم میخورد، اما آن موارد هم بی‌ربط به حاکمیت این گروه نیست. در چند روز اخیر خبرهای مربوط به بازداشت دختران و جوان توسط گروه طالبان به اتهام بدحجابی به صورت گسترده توجه مردم را جلب کرده است. با این حال همه خبرهای بد مربوط به زنان نمیشود و همه خبرهای بد مربوط به زنان. با بازداشت‌های خودسر دختران توسط طالبان به اعدام بدحجابی خلاصه نمی‌شود. این کشور پر از خبرهای بد برای همه، بخصوص برای زنان است و از صبح تا شب چندین خبر در مورد بدرفتاری با زنان از سوی طالبان نشر می‌شود. فقط دیروز در کنار بازداشت دختران از دشت بچی کابل توسط طالبان و واکنش‌ها به این اقدام، خبر بازداشت دختران به اعدام مشابه از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی نیز نشر شد. در نیمروز هم یک دختر 10 ساله پس از آن که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته به قتل رسیده. در خبر دیگر خواندیم که طالبان زنان را از کار در فابریکه زیتون در ننگرهار منع کردند. باز هم در همین ولایت طالبان دستور دادند که دیگر زنان نمیتوانند بدون داشتن محرم به شفاخانه و کلینیک مراجعه کنند. خبر سوم دیگر از این ولایت که آن هم بی‌ربط به وضعیت حاکم در کشور، به دلیل شرایط سیاسی جاری نیست، حکایت از فروش یک کودک دختر دارد. در این خبرنامه آمده است که در مرد در ولسوالی در این نور ننگرها دختر 1 ساله‌اش را به دلیل فقر در بدل 15,000 افغانی فروخته است. کاربران شبکه های اجتماعی هم نوشتند که تنها در ایستگاه قلعه نو دشت بچی کابل در یک روز 3 بار موترهای طالبان آمده و دختران را بازداشت کرده است. شاید خبرهای دیگر هم از وضعیت زنان نشر شده باشد که با آنها مواجه نشده ایم، ولی وقت دیروز به پایان رسید. خبر خودکشی یک دختر معترض به سیاست‌های طالبان در ولایت کندز نشر شد. او زندان طالبان را نیز تجربه کرده بود. گزارش‌های پیش از این نشر شده است که زندانیان زن در زندان‌های طالبان مورد بدرفتاری قرار می گیرند. خودکشی زنانی که زندان طالبان را تجربه کردن پیشینه دارد. سلطه طالبان در نفس خود هم مردم افغانستان به ویژه زنان را در زندان به پهنای افغانستان اسیر کرده که افزایش آمار خودکشی در میان رده های مختلف سنی از هر دو جنس، زن و مرد، حکایتگر فشارهای روحی روانی ناشی از این وضعیت است. رسانه ها در 2 دهه گذشته نتوانستند سراسر افغانستان را تحت پوشش کامل قرار دهند. دلیل اصلی آن حضور جنگجویان داعش و طالب در برخی ولسوالی ها بود. اکثر رسانه ها اگر در ولایات حضور داشتند، فقط می توانستند اتفاقات مراکز شهر را تا حد که امکان داشت پوشش دهند. در حاکمیت این گروه رسانه ها تحت شدیدترین نوع سانسور قرار گرفتند. حال امان دسترسی محدودی که به ولایات در دوردست داشتند محدودتر شده است. از سوی اتفاقات بسیاری در گوشه و کنار کشور می افتد که هیچگاه پوشش رسانه‌ای پیدا نمی‌کند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.